بخش پنج صحت صحت روانی شما همچون صحت فیزیکی شما حایز اهمیت بوده و این دو با هم مرتبط هستند. مثلا، اگر شما در بدنتان احساس مشکل می کنید، در جوی خدمات سیهی می در عین حال، وقتی که احساس مشکلات سیهی روانی میکنید، نیز باید در جوی این خدمات باشید. صحت روانی ارتباط به چیگونگی احساس، فکر و رفتار شما در سازش با زندگی می گیرد. همچنان ارتباط با چیگونگی کنترل فشار، قهر و غمگینی می گیرد. هر کس می تواند که دچار مشکلات روانی گردد. مشکلات روانی می تواند که مرد و زن، مردم باسنین، فرهنگ، تحصیل و دارای اواید متفاوت را متاثر بسازد. در کانادا هر سال میان پنج نفر یک نفر م... مشکلات روانی گرفتار می گردد. در زیل می توانید که مشکلات را ببینید که مردم تازه آمده به کانادا ممکن با آن روبرو شده و منجر به مشکلات روانی برای آنها گردد. مجبور به ترک یک منطقه ناامن همچنان خانه، خانواده و دوستانتان میگردید یک محل برای زندگی پیدا می کنید. دوستان جدید پیدا می کنید. وظیفه پیدا می کنید. از خانواده تان حمایت می کنید. در یک جامعه جدید ساکن می شود. با آب و هوا عادت می کنید و در یک مکتب و یا پهنتون جدید آغاز به درس خواندن می کنید. اگر احساسات شما فعالیت های روزمره تان را متاثر می سازد، باید به دنبال کمک باشید. صحبت با یک نفر در این مورد می تواند اولین مرحله کمک با شما در این وضعیت باشد. اگر شما یا شناخته هایتان در یکی از وضعیت های زیل قرار دارید، باید به فکر تداوی باشید. غمگین یا ناامید، احساس گرسنگی نکردن، خوابهای خراب دیدن یا به یاد آوردن خاطرات بد، بخوابی، خسته، قهر و پریشان، به تشویش و تحت فشار، تنها گوشگیر و خاموش تفکر در مورد آسیب رساندن به خود و یا هم خودکشی باید بفهمید که خشونت خانوادگی در کانادا غیر قانونی است حتی اگر در وضعیت های پرفشار قرار بگیرید از این رو شما چگونه می توانید که به خود و دیگران کمک کنید با تماس به شماره 211 یا جستجوی آنلاین شما می توانید که در مورد خدمات صحت روانی معلومات حاصل کنید. جهت کمک بیشتر می توانید که با دکتر یا نرس خانوادگی یا هم کارمند اجتماعی صحبت کنید. وقتی که کسی احساس غمگینی یا تشویش می کند، چی به او کمک کرده میتواند. شروع به انجام کارهایی کنید که آرام بخش و خوشی آور باشند. بعضی از مثالها قرار زیلند. همراه با کسی یا برای دیگران آشپزی کردن با دیگران کمک کردن با خانواده و دوستان ارتباط گرفتن وقتتان را در فضای باز سپری کردن خوردن غذاهای صحیح عبادت کردن یا اندیشیدن ورزش یا تمرین کردن صحبت با کسی که مورد اعتماد شماست تمرکز بر جنبه های مثبت زندگی انجام دادن کارهای فرهنگی و برای انجام کارهای لذت بخش همچون خواندن یک کتاب یا خلاقیت وقت بدهید آغاز زندگی در یک کشور جدید مشکل بوده می تواند و نیاز به زمان دارد که خود را عادت دهید در این جریان داشتن احساسات متفاوت عادی است